روی موج رادیوی ادوینتیستی در آسیو. با عرض سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی، که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. بخش سوم نور معرفت. رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس. پس با ما باشید. صدایی امید با نوایی دلیل ها از عالم نباتات. خداوند در طبیعت برای سلامتی ما همه چیزها را مهیا ساخته است. عالم ناتکرار و رنگارنگ نباتات با خواص های مفیدش برای شما و خانواده ایتان. اگر شما خواهان این باشید که بدنتان فعالیت خوب داشته باشد، پس آن را با غذای سالم تامین نمایید. بادنجان رومی. غده پروستات را حفظ می کند. بادنجان رستنی بسیار معمول از جنس انگور است که بعد از کچالو بسیار شهرت دارد. آن را در تمام دنیا پرورش می کنند. بادنجان را در عصر 16 اسپانیوی ها از پیرو و مکسیکو به اروپا آورده بودند. اما برای آن که سبزیجات در شرایط فرانسه، آلمان و اروپای شمالی مطابق شود، بیشتر از دو عصر گذشت. ظاهراً به میوه های سرخ گیاهی شابزگ مانند، بودن بادنجان اندیشه زهرناک بودن آن را به میان آورده بود. این سبزی یا گیاه در طعام های ملی آلمانی و فرانسوی تا عصر 20 تماماً دیده نمی شود. اما برعکس این حال، بادنجان در اروپای جنوبی زود معمول گردید. از همان زمان ورودش به این منطقه در عصر 16 بادنجان در طعام‌های ملی اسپانیایی و ایتالیایی جایگاه خاص خود را پیدا کرد. و تا امروز در میان غذاهای پرهیزی منطقه بحر میانه زمین مقامی مخصوص دارد. متخصصان علمی پرهیزگویا،
بادنجان را از نو کشف کردند. آنها مهم بودنی بادنجان را فراتر از خوردن و گوشت ها می دانستند. خاصیت های دوایی جلوگیری بادنجان برای معالجه مریضی های گوناگون از جمله نوهای سرطان، خصوصا سرطان غده پروستا، این سبزیجات را به قطار دواهای حقیقی وارد کرده است. خاصیت ها و نشانداد ها بادنجان تر و تازه اساساً از آب 94% ترکیب یافته است. همزمان مقدار کمی از کربوهیدرات ها، پروتئین ها و چرب ها دارد. کربوهیدرات های ترکیبی بادنجان اساساً گلوکوز و فروکتوز می باشند. این ماده های غذایی در مجموع 21 کیلوکالری بر 100 گرم را تأمین می کنند. این نشانداد در میان تمام محصولات رستنی پایین ترین، حتی از سرسبیل 23 کیلوکالری بر 100 گرم هم پایین تر است. اهمیت غذایی و دوایی بادنجان و مقدار زیادی ویتامین ها، معدن ها و عنصر های فیتوکیمیاوی ترکیبی آن وابسته است. در ترکیب بادنجان مقدار ویتامین C از همه بیشتر است. هرچند مقدار این ویتامین نسبت به ترکیب کینو کمتر است، ولی برای به واسطه خوب معالجه اسقاربوت تبدیل دادن بادنجان کافی است. 100 گرم بادنجان معیار هر روزه ویتامین C را برای یک آدم بالغ تامین می کند. همچنین ویتامین های B1، B2، B6، نیتسین و اسید فولیت در ترکیب بادنجان به مقدار فراوان وجود دارند. در ترکیب بادنجان ویتامین هایی هم موجود است که هرچند نسبت به سبزی و منگنا مقدار آن بسیار کم است. در بین معدن ها بیشتر از همه پتاسیم، پس از آهن، مگنیزیم و فسفرس در ترکیب بادنجان موجودند. بادنجان یکی از منبع های خوبی آهن است، زیرا نسبت به شیر قریب نمراتب آهنی بیشتر دارد. در تخم باشد آهن 3 مراتب بیشتر دارد. ماده های فیتوکیمیاوی ماده های فعال در ترکیب محصولات خوراکی می باشند که معمولاً مواد غذایی به حساب نمی روند، اما در ارگانیسم نقشی بسیار مهم دارند. از میان آنها عنصرهای زیرین نسبتاً مهمند. چرب بافته ها بادنجان در مغز خود، مخصوصاً در مایه های اطراف دانه های مغزش، مقدار کمی نقش های حل شونده دارد که به سبب آنها خاصیت اسهال شوی داشته، مقدار کلسترول را در بدن کاهش می دهد. اسیدی های عضوی مخصوصاً اکسیکاربونیتی دو اساسه و اگزالات و بادنجان مزه ترشی عجایب می بخشند. با تدریجاً رسیدن بادنجان مقدار این اسیدهای کمتر شده قندها بیشتر می شوند. بادنجان ترش عیناً خاصیت های لیمو را دارد. آن بافته های عضوی خون و پیشاب را نازک می کند. این به آن سبب است که بادنجان نسبت به اسیدها نمک های معدنی بیشتر دارد. لیکوپین این رنگی دانه و یا پیگمنت به گروه لوتین ها تعلق داشته، رنگ سرخی بادنجان را به وجود می آورد. برعکس بیتاکراتین، لیکوپین به ویتامین ای تبدیل نمی شود. قبلا اندیشه رایج بود که گویا لیکوپین اهمیت فیزیکی ندارد، ولی تحقیقات اخیر مهم بودن آن را ثابت کردند. در مرکز تحقیقی لیکوپنی، ترکیب بادنجان در دانشگاه گینریخ گینی یعنی آلمان به چنین نتیجه ها رسیدند. لیکوپین در ترکیب خون انسان وجود دارد. 0.5 در قطار بیتاکراتین
آن هم لوتیه نسبت مهم در ارگانیسم انسان به حساب می رود. لیکوپین در پروستات غده بالای گرده وجود دارد. لیکوپین انتی اکسیدنت قوی است که آسیبی به حجره رسانیده رادیکال های آزاد را برطرف می کند. لیکوپین تقسیمات حجره ها را به ترتیب می دارد و در صورت موجود نبودن آن حجره ها به ترتیب افزایش می یابند. ثروت واقعی سلامتی است. نقد هوای طلا و نقره. مهاتما گاندی. شنوندگان عزیز، پس بیایید حیات خود را با سلامتی و خیرات زیور بخشیم. برنامه های ما ادامه دارد، پس با ما باشید. من قرار دادم که سلامتی متداوم داشته باشم. تو هم کوشش نما. این برنامه درباره آن است که زکیه هنگام پاک کردن خانه کتابچه خاطراتش را یافته با خواندن آن شروع می کند. او در قسمت اول روزنامه درباره آن می نویسد که مشکل اضافی وزن دارد و تصمیم گرفته است که سلامتی خود را بهتر کند و به سفر فرانسه که آنجا برای ادامه تحصیل می رود آماده شود. استراحت عادتی خوب به شمار می رود. استراحت کردن دشوار نیست. برای تو کلمه استراحت چی معنا دارد؟ نفر در حال خود را در کنار ساحل اسکندرکول تصور می کند. شخص دیگر باشد تنها خواهشی یا خواب آسوده است. آرام شدن و استراحت کردن بیشتر همان وقت می خواهیم که به قبل تمام قوت هم نماند. ولی از ظاهر اکثراً به این هم فرصت نمی رسد. آیا تو طرز درست استراحت کردن و چقدر وقت برای آن صرف کردن را می دانی؟ ششم جون روز دوشنبه سال 2000. دوستی عزیز، این روز استراحت را در خانه با خویشاوندانم گذراندم. بالاخره به دیدار خانواده ام رفتم. گفتگو کردیم. مادرم از من خواهش کرد که بیشتر از آنها احوال بگیرم. اما من حالا باید بسیار کارها را به انجام برسانم. فقط وقتم نمی رسد. حتی روزهای تعطیل هم این همه لباس‌شویی، روبوچین، چنان تکانی است که می اندیشی که این روز را روز استراحت گفته باشد. پدر بزرگم به من یک چیز عجیب را نقل کرد. من می خواهم آن را به تو نقل کنم. پدر بزرگم یک شخص غمخوار است و کهنسال و عاقل است. برای همین من تصمیم گرفتم که از مصلحت استفاده ببرم. خلاص، استراحت خیلی مهم است. حتی جزء مهمترین تقویم حیات ما. آن برای همه مهم است. همه چیز در طبیعت دور گردش، فعالیت و آرامی خود را داراست. جسم ما هم. در جریان استراحت جسم ما برقرار می گردد و برای دستاوردهای نو تقویه می شود. هیچ چیز برابر خواب شب نیست. در این وقت بدن و مغز انسان راحت استراحت می کند.
پدر بزرگم می داند که من وقت زیادی را به خواندن صرف می کنم و باز کار می کنم. من تقریباً که استراحت نمی کنم. بعضاً حتی شبها برای امتحانات آمادگی می گیرم یا برای سیمینارها. او از من بسیار خواهش کرد که وقت یافته را در دوامی روز یک تنفسی کوتاه داشته باشم. تا اینکه آرامانه یک نفس عمیق بکشم. اگر امکان داشته باشد یک شنبه را در طبیعت بگذرانم. استراحت فعالانه هر هفته بسیار مفید است و از همه مهم خوابی پوره دائمی شبانه است. در مدت 7 تا 8 ساعت. این نه تنها توصیه بود بلکه او مرا وادار ساخت که نواسه دوست داشتنی از شبها بخوابد. آخر این وقت برای استراحت معین شده است. روزنامه عزیز، تو می دانی که در قریه مردم شب بر وقت خواب می کند و سحر بر وقت می خیزند؟ 4 یا 5 سحر همه پرقوت از پس کارهایشان می روند. پدر بزرگم می گوید که این بهترین عادت هست که من می توانم در شهر نگاه دارم. زیرا 2 ساعت خواب پیش از نیم شب از 4 ساعت بعد از آن مفیدتر است. آن قوه و ذخیره های از دست رفته در دوام روز را برقرار می سازد. یک حجره جسم ما با وقت استراحت نیاز دارد. اگر من منظم خواب نکنم عصبی و خشمگین می شوم. کم خوابی نه تنها تب را ضعیف می کند بلکه انسان را پریشان، خسته و بی‌دقت می سازد. حتی امکان دارد به صدمه دچار بسازد. و از همه بدترش این که ضعیف شوی و یا حتی تمام شوی ارگانیسم را به وجود می آورد. و انسان زودتر پیر می شود. اگر در این مورد به من وقت تر می گفت تمام از امروز شروع کرده تجربه می کنم. ساعت 11 خواب می کنم و سحر ساعت 5 از خواب می خیزم. اگر چند این را می خواهم ولی نه یک باره نمی شود. از فعلا ساعت 6 می خیزم نخواد که در حقیقت خود را سبک حس کنم. همین روز باید عادت خوب استراحت را شروع کنم. اکنون یک شنبه تنها برای استراحت است. به هر حال، سحرگاه قدم زدن در هوای تازه به من بسیار کمک می کند. من نتیجه اش را می بینم. لطیفه از دستاوردهای من راضی است. من هم. باز آب نوشیدن و دوش گرفتن روح بخشی پیش از خواب را می پسندم. با وجود این من نه همه وقت کار می کنم. اما دوش در صبح و در شام آن با ثبات است. احمد به من گفت که من از زندگیم راضیم. نه همین طور هم هست. امیدوارم که حالا شما خود نیز از امکانات بهره ببرید و از استراحت در دوام روز خوب استفاده کنید. شما پی بردید که قسمت زیادی مشکل ها نه در حالت فوری بلکه در وقت استراحت آرامی و هوشیارانه حل کرده می شود؟ Thank you.
گرامی ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بنیازی عقل است. افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا. بر شما شنونده عزیز، با عرض سلام شما را به برنامه‌های جالب و جذاب شادباش می‌گوییم. اینجا ما می‌توانیم برای خود از کلام خداوند حقیقت‌ها را دریابیم. با تعیین کردن حوادث آینده و افتتاح راه نجات در صفحه‌های کلام مقدس، حق تعالی ما را تنها نگذاشته است. ما شما را به آموزش این گنج بی‌بها دعوت می‌نماییم. اکنون با هم میشنویم که خداوند چیزی را به آدمان آشکار و تعیین کرده است. وحی امید بخش. موضوع صحبت ما هدیه بزرگ و حیرت انگیز از کتاب وحی می باشد. از برنامه گذشته ما دانستیم حق تعالی توسط کلام مقدس به ما درباره اروپا همچون امپراتوری آخران مجسمه خبر داده است. آنها بر ضد بره جنگ خواهند کرد و بره بر آنها غالب خواهند آمد. یکی از سببهای میل داشتن اهل کتاب، ایماندارانی که به خداوند صادق مانده اند و سلطنت زمینی وعده عیسی مسیح می باشد. او به ما ملکوت آسمان را وعده کرده است. چنان که در کتاب وحی در باب 17 آمده است. زیرا که او خداوند خداوندان و پادشاه پادشاهان است و آنهایی که با او هستند دعوت شدگان و برگزیدگان و امینان می باشد. تاریخ از روی نقشه ثبت گشته از نبوت دانیال نبی باب 2 رواج می‌یابد و چنین ادامه خواهند یافت. حالت‌های سیاسی در کره زمین فوق‌العاده نیستند. حوادث امروزه در جهان رخ دهنده نشانه‌های آن اند که عیسی مسیح شاهنشاه شاهان به زودی می‌آید. بازگشت او یگانه امید جهان می‌باشد. که در پاهای ضعیف قسم از آهن و قسم از گل به زور استاده است. نبوت دانیال درباره هیکل و نبوت‌های کتاب وحی به زمان نو اشاره می‌کند. دانیال باب 2 آیه 34 تو دیده‌ای که سنگ کنده شده بیانی که دست رسیده باشد و پاهای آهنین و گلینی هیکل را زد و آنها را خرد خرد کرد. دانیال باب 2 آیه 44 خداوند آسمان سلطنتی برپا خواهد کرد که آن تا ابد بر هم نخواهد خورد. این چگونه سنگی است که پیکر هیکل را پاره می سازد؟ این خرسنگ قرن هاست، عیسی مسیح. تمام سلطنت های زمینی اعتماد بخش نیستند، چون که آنها پیدا می شوند و بر هم می خورند. آنها موقتی و زودگذر می باشند.
لیکن ما به ملکوت خداوند امید می‌بندیم، زیرا او هرگز فنا نخواهد شد. او تمام سلطنت‌ها را پخش کرده به نیستی می‌برد، لیکن خودش تا ابد قائم می‌ماند. در این راه به ما کمک و امید وعده شده است. سنگ که بدون دست کنده می شود، سلطنت غیر طبیعی مسیح به زودی می آید و تمام سلطنت های این جهان را فنا خواهد کرد. وحی باب 11 آیه 15 و فرشته هفتم کرنه نواخت و در آسمان آوازهای بلند برآمدند که می گفتند سلطنت جهان سلطنت خداوندی ما و مسیح او گردیده است و او تا ابد سلطنت خواهد راند. ماد و فارس شهرت پیدا کرد و فرو ریخت، لیکن مسیح تا ابد سلطنت خواهد راند. یونان شهرت پیدا کرد و فرو ریخت، لیکن مسیح تا ابد سلطنت خواهد راند. روم شهرت پیدا کرد و فرو ریخت، لیکن مسیح تا ابد سلطنت خواهد راند. امپراتوری روم به قسمت‌ها پاش خورد. بازار یگانه اروپا نیز پیدا شده فرو می‌ریزد. امروزه در جهان کوشش برپا کردن حاکمیت جهانی یگانه و چشم می‌خورد. او نیز فرو خواهد ریخت. زیرا کلید جمله اشیا در دست حق تعالی است. او تا ابد الدهر سلطنت خواهد راند. سلطنت های جهان فنا خواهد شد. ملکوت خداوند قائم خواهد ماند. ادامه این موضوع به نهایت مهم و جالب را در برنامه آینده خواهید شنید. شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.